بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خویشاوندان و همسران او صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم هفت فرزند داشتند سه پسر و چهار دختر یکم قاسم کنیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این پسرشان بود دوم زینب رضی الله عنها سیم رقیه رضی الله عنها چهارم ام کلثوم رضی الله عنها پنجم فاطمه رضی الله عنها ششم عبدالله و طیب و طاهر لقب گذاشته شده بود هفتم ابراهیم و اون فرزند ماریه قبطیه کنیز پیامبر صلی الله علیه و سلم است و باقی فرزندان او صلی الله علیه و سلم از خدیجه رضی الله عنها است از دیگر زنانش برای او فرزندی به دنیا نآمد همه فرزندان او پیش از او وفات کردند جز فاطمه رضی الله عنها پس فاطمه رضی الله عنها بعد از وفات او 6 ماه بعد وفات کرد پس الله سبحانه و تعالی درجه های او را برای صبر و امید از کردنش برداشت که به سبب آن بر زنان جهانیان برتری یافت و مطلقا فاطمه رضی الله عنها بهترین دخترشان بود پیامبر صلی الله علیه و سلم 11 عمل داشتند یکم سید شهدا حمزه رضی الله عنه دوم عباس رضی الله عنه سوم ابو طالب که نامش عبدمناف است چهارم ابو لهب نامش عبدالعزا است پنجم زبیر ششم عبدالکعبه هفتم مقاوم هشتم زرار نهم قسام دهم مغیره که لقبش حجل است یازدهم غیداق که نامش مصعب است و عمکهای پیامبر صلی الله علیه و سلم جز حمزه و عباس رضی الله عنهما اسلام نآوردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 عمه داشتند یکم صفیه مادر زبیر ابن عوام رضی الله عنها است دوم ام حکیم البیضا سوم عتیقه چهارم بره پنجم اروا ششم امیمه همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم حفصه بنت عمر ابن خطاب رضی الله عنها جویریه بنت حارث رضی الله عنها زینب بنت جهش رضی الله عنها و زینب بنت خزیمه رضی الله عنها صفیه بنت حنین ابن اختب رضی الله عنها خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها ام حبیبه رمله بنت ابو سفیان رضی الله عنها سوده بنت زمعه رضی الله عنها میمونه بنت حارث رضی الله عنها عایشه بنت ابو بکر رضی الله عنها ام سلمه هند بنت ابو امیه رضی الله عنها یکم خدیجه رضی الله عنها نخستین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم خدیجه بنت خویلد قریشی اسدی رضی الله عنهاست پیامبر صلی الله علیه و سلم با وی پیش از نبوت ازدواج کردند در حالی که وی 40 سال بود و در بالای وی زن نگرفتند تا کی وفات کرد همه فرزندانشان به جز ابراهیم از خدیجه رضی الله عنها است وی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در نبوت کمک کرد و با او جهاد کرد و با نفس مالش او را یاری داد و الله سبحانه و تعالی به واسطه جبریل علیه السلام به وی سلام فرستاد و از این مخصوصی وی است که برای زنی که جز وی نیست 3 سال پیش از هجرت وفات کرد دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم سوده رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم چند روز بعد وفات خدیجه رضی الله عنها با سوده بنت زمعه قریشی رضی الله عنها ازدواج کردند و سوده همان زنی است که روزی نوبتش را به عایشه رضی الله عنها بخشیده بود و دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد سوده با ام عبدالله عایشه صدیقه بنت صدیق
پاکگردانده شده از بالای هفت آسمان، محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، او را فرشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از ازدواج در پارچه ابریشمی پیشنهاد کرده گفت این همسری تو است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با او در ماه شوال ازدواج کردند و عمرش 6 ساله بود و در ماه شوال سال 1 هجری با او خانه‌داری کرد و عمرش در آن وقت 9 ساله بود. جز او به دختر ازدواج نکرده است. و وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم در چادر زنی که جز نازل نشده است، عایشه رضی الله عنها، محبوب ترین خلق در نزد او صلی الله علیه و سلم بود و عذر او از آسمان نازل شد. امت بر کفر تهمت کننده او اتفاق کردند. او خردمندترین و داناترین زنانش بود، بلکه مطلقا خردمندترین و داناترین زنان امت بود. صحابگان بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم به قول او باز میگشتند و از او فتوا میپرسیدند. و دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم حفصه رضی الله عنها. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم با حفصه بنت عمر ابن خطاب رضی الله عنهما ازدواج کردند و همسر اولش خنیس ابن حذافه سهمی رضی الله عنه اسلام آورده بود و همراه او به مدینه هجرت کرده بود. سپس او بعد غزوه احد فوتید، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کردند. و دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت خزیمه رضی الله عنها. سپس با زینب بنت خزیمه ابن حارث القلیسیه رضی الله عنها از بنی هلال ابن عامر ازدواج کردند و دو ماه پس از ازدواج در نزد او صلی الله علیه و سلم وفات کرد. او زنی بود که ام المساکین گفته می شد. و دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه رضی الله عنها. سپس با ام سلمه هم بنت ابو امیه قریشی مخزومی رضی الله عنها و نام ابو امیه حذیفه ابن مغیره است. او از همسرانش آخرین وفات کرد، سال 62 هجری وفات کرد، جویریه رضی الله عنها. و دیگر زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم جویریه رضی الله عنها. و با جویریه بنت حارث ابن ابو زرار مستلقیه رضی الله عنها ازدواج کردند. از اسیران بنی مستلق بود، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، از او بر ادای قراردادش برای آزادیش کمک نماید. پس مبلغ قرارداده او را پرداخت کرد و به او ازدواج کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.